سرخط خبرها. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. ذبیح الله مجاهد میگوید هر گونه تصمیمی که خلاف منافع دولت و ملت افغانستان گرفته شود هرگز عملی نخواهد شد. هر فیصله‌ای که در مورد افغانستان میشه و صورت میگیره و بر خلاف منافع مردم افغانستان بود و یا امارت اسلامی افغانستان او را مخالف دانست از ارزش‌ها و همچنین منافع مردم ما طبیعی است که آغاز دومین دور کمپاین فرعی واکسین پولیو. وزارت صحت عامه میگوید که قرار است در 21 ولایت 7.6 میلیون کودک واکسین دریافت کنند. لله الحمد نسبت مخکې ته اوس په افغانستان کې د پولیو واقعیت راکم شوي دي. په دا وروستیو کې په افغانستان کې په لومړي ځل باندې د پولیو لابراتوار جوړول هغه څه ول چې زموږ د پولیو د ناروغۍ په افغانستان کې د منځ وړلو لپاره ژمنتیا ښایي. کشته شدن 31,000 نیروی نظامی اوکراین در جنگ با روسیه. رئیس جمهور اوکراین میگوید شمار کشته شدگان نظامی در دو سال گذشته به 31,000 تن رسیده است. و درخواست کمک 760 میلیون دلاری از سوی برنامه جهانی غذا در افغانستان. برنامه جهانی غذا میگوید که برای توزیع کمک های غذایی در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز فوری دارد. سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه هفتم حوت سال 1402 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را امروز پشت درهای بسته درباره افغانستان برگزار کرد. گفته می شود که سرمنشی سازمان ملل در این نشست در مورد نتایج نشست دوحه و تعیین نماینده جدید این سازمان برای افغانستان با اعضای شورای امنیت صحبت کرده است. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که هر گونه تصمیم در نشست های منطقه‌ای و جهانی که خلاف منافع دولت و ملت افغانستان گرفته شود هرگز عملی نخواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه میزبان نشست درباره افغانستان بود، اما این نشست پشت درهای بسته برگزار شده است. گفته شده که انتونی گودرش سرمنشی سازمان ملل متحد نتایج نشست دوحه را به اعضای شورای امنیت این سازمان ارائه کرده و نیز در مورد تعیین نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان به اعضای این نشست معلومات داده است. نشست امروز 26 فوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد دامه نشست 18 و 19 فوریه بودن که اوجه نتایج خوبی نداشتن، البته تقریبا به فیصله نرسید و ناکام رقم و تحریم شده بودن. بنابراین میخوان که امیر جبران کنن و در موردشان بحث کنن که چطور بتانن یک نماینده را برای افغانستان معرفی کنن. پیش از این امارات اسلامی در مورد تعیین نماینده جدید سازمان ملل در قبال افغانستان به شدت مخالفت خود را اعلام کرده است. روسیه، چین و ایران که نیز روابط نزدیک با امارات اسلامی دارند، پذیرفته شدن نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان را مشروط به موافقت امارات اسلامی کردند. اما با این وضعیت راه حل بحران افغانستان چیست؟ ضرورت است که با روش عدم خشونت، با مباحثه، صحبت و مذاکره با شخصت های ملی و آزادی خواه افغانستان در داخل و خارج، کسانی که دستشان به خون و مال مردم آلوده نیست و کزا با جامعه جهانی و خصوص ملل متحد بر بنیاد قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر داخل مذاکره و تفاهم شویم تا راه مشروعیت ملی و جهانی بروی افغانستان و حکومت سرپرست طالبا هم باز شود. سخنگوی امارات اسلامی میگوید که هر گونه تصمیم در نشست‌های منطقوی و جهانی که خلاف منافع دولت و ملت افغانستان گرفته شود هرگز عملی نخواهد شد. هر فیصله‌ای که در مورد افغانستان میشه و یا صورت میگیره اگر بر خلاف منافع مردم افغانستان بود و یا امارت اسلامی افغانستان او را مخالف دانست از ارزش‌ها و همچنان منافع مردم ما طبیعی است که او اثر عملی نداره و عملی نخواهد شد. این در حالی است که نشست دوحه یک هفته پیش به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در قطر برگزار شد، نشستی که انتظار می‌رفت در آن نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان معرفی شود، ولی اشتراک کنندگان این نشست در آن به توافق نرسیدند. امارات اسلامی در حالی که در نشست دوحه اشتراک نکرد، نتایج آن را نیز ناکام دانست.
معین سیاسی وزارت خارجه در دیدار با سفیر آذربایجان در کابل میگوید که افغانستان سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور دارد. شیر محمد عباس استانگزای افزوده است که امارات اسلامی میخواهد با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان روابط نیک داشته باشد و تلاش میکند تا وضعیت اقتصادی افغانستان را بهبود بخشد. سفیر آذربایجان گفته است که کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخشهای فرهنگی، اقتصادی و تجارتی است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه در جریان سفرش به ترکمنستان از سفارت افغانستان در اشقابات نیز دیدار کرده است. آقای متقی تاکید بر تسریع روابط و خدمات قنسلی برای دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت کرده و خواهان گسترش روابط با کشورهای منطقه و جهان شده است. د هیواد د بهرنی چارو وزیر د سفارت څخه د لیدنې پر مهال د سفارت ډیپلوماټانو او کارکونکو ته له ترکمنستان هیواد سره د اړیکو د پراختیا او قنسلي خدماتو د چټکتیا په پار لازم سپارښتنې وکړي. همداراز یې په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې د هغوی نظرونه، مشورې او غوښتنې واورېدې. در همین حال معین سیاسی وزارت خارجه کشور نیز با سفیر آذربایجان در کابل دیدار کرده و دو طرف در این دیدار تاکید بر گسترش روابط دیپلماتیک کردند. شیر محمد عباس استانگزای افزوده است که افغانستان سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور را دنبال می کند و می خواهد که با همه کشورهای جهان روابط نیک داشته باشد. سفیر آذربایجان گفته است که کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و تجارتی است. افغانستان و آذربایجان در نگدی تاریخ پودو که گرمی و نگدی اریکی درلودی پایمی حال که افغانستان در کافکاز پر دیپلماسی که او در مواد آسیا و باسونو که آذربایجان سر دوستانه اریکی درلودی پر زنگری دول فرهنگی او اقتصادی باسونه د افغانستان او د آذربایجان ترمنځ تل غختلی وو. په کابل کې د سفارت پرانستلی د افغانستان د ملي ګټو پر خیر ګام ده او ورڅخه ښه راغلاست پکار ده. برخی از آگاهان باور دارند که افغانستان و آذربایجان می توانند روابط سیاسی و اقتصادی خود را گسترش دهند. به باور آنان، فعال شدن سفارت آذربایجان در کابل یک گام مهم در گسترش روابط امارت اسلامی با کشورهای جهان است. روابط در محیط بین المللی به ویژه با کشورهای همسایه ضمن اینکه اعتماد بین المللی را تقویت می کند و در نهایت هویت حقوقی و سیاسی افغانستان را در حوزه دیپلماتیک تضمین می نماید. این در حالی است که چند پیش سفیر آذربایجان برای افغانستان نامه رسمی گشایش سفارت این کشور در کابل را به امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه سپرد و قرار است برای نخستین بار سفارت خود را در افغانستان باز نماید. در حال حاضر سفارتخانه های بیش از 16 کشور در کابل فعال است. جشنواره جایزه برتر رسانه‌های افغانستان سال 1402 هجری خورشیدی برگزار شد. در این جشنواره 22 تن از خبرنگاران و گویندگان جوایز معنوی و نقدی دریافت کردند. در این میان فرهناز فریبرز و نصرت‌الله ابراهیمی دو تن از خبرنگاران آریانا نیوز به حیث خبرنگار برتر سال شناخته شده و مورد قدردانی قرار گرفتند. این جشنواره برای اعلام خبرنگاران سال 1402 هجری خورشیدی از سوی فدراسیون خبرنگاران آزاد افغانستان برگزار شده است. در این جشنواره گزارش‌ها، برنامه‌های سیاسی و فعالیت رسانه‌ای صدها خبرنگار، گوینده و عکاس مورد بررسی قرار گرفت. در این میان تنها 22 تن از خبرنگاران، عکاسان و گویندگان مورد قدردانی قرار گرفتند. فرهناز فریبرز و نصرت الله ابراهیمی دو تن از خبرنگاران آریانا و آریانا نیوز خبرنگار برتر سال دانسته شده و مورد تحسین قرار گرفتند. ما امیدوار هستم که بزرگایی که اینجا تشریف دارن، حضور دارن و صدای ما را بشنوند، اینه بپذیرم که اگر ما از دولت حمایت میکنیم، حمایت ما پرکارانه نیست، اما تو انتقاد کردن ما و نظارت یک رسانه هیچ وقت پرکورانه نیست. برنامه تشویقی برای خبرنگارا بود، چون خبرنگارا در این شرایط با مشکلات فراوان کار میکنن، زحمت میکشن به خاطر بهبود وضعیت افغانستان. یک اقدام نیک است.
شماری از خبرنگاران در این جشنواره است دشواری کار رسانه‌ای در وضعیت کنونی سخن می‌زنند، اما می‌گویند که خبرنگاران متحد هستند تا با در نظر داشت اصل بی‌طرفی و حفظ ارزش‌های اسلامی و انسانی به کارشان ادامه دهند. نو غوښتنه هم داده د ټول خبریالانو وو غوښتنه له اطلاعات او کلتور وزارت څخه هم داده چې د رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو سره ډیری کار وکړئ، رسنۍ د سره هم کار کوي او هغه باور فضا چې کومه باید حاکمه شي. غوښتنه هم داده هغه په افغانستان کې د حکومت او د رسنۍ ترمنځ هغه حاکمه شي. یوه ورځ دا خبریالان وکولی سي د اسلامي امارات د رهبر سر نږدې وګوري او له هغې سره خپلې کشالې شریکې کړي. په دې هیله یم، دا مې توقع ده او دا مې پر تاسو باندې ږغ دی چې دا ږغ ورسوئ، خپل ځوانان در وغواړئ، تاسو یې ملاتړ وکړئ، تاسو یې حمایت وکړئ. دوه نیم کاله تیر سوي دي، زه د اطلاعاتو فرهنګ دا بانه نه منمه چې مثلا وخت کم و. مسئولان فدراسیون خبرنگاران آزاد افغانستان میگویند که نظام ها همواره نگاه منتقدانه بر رسانه ها دارند، اما رسانه ها در افغانستان به سوی مسلکی شدن در حرکتند. به گفته آنان جوایز به کارکنان رسانه ها بر اساس معیارهای مسلکی خبرنگاری توزیع شده است. یک دید همیشه از طرف نظام ها نسبت به خبرنگاران و جامعه رسانه ای وجود داشته، نه تنها آل یک گاه منتقدانه نظر انداخته میشه برای جامعه رسانه افغانستان. مگر ما دوستای دیگری هم صحبت نکنن از آدرس جامعه رسانه ای، ما برای امارت اسلامی ایر اطمینان میتم که جامعه رسانه ای ما به طرف مسلکی شدن روان است. شماری از مقام‌های حکومتی در این جشنواره از تعهد حکومت مبنی بر حمایت از رسانه‌ها سخن می‌زنند و برخی چالش‌های فراراه رسانه‌ها را نیز می‌پذیرند. باید کار بکنیم. جوان رسانه‌ای ما، خبرنگار ما، ژورنالیست ما نباید خسته شود. دنیا همه علیه ماست. می‌خوان ما را ترور شخصیتی بکنند، ترور رسانه‌ای بکنند، ترور تخریبی بکنند، بزنند، بکوبند، میده بکنند، خرد بکنند. ولی وقتی فکر رهبری چنین نیست، فکر اساس نظام اینطور نیست، عمل شخصی من نوعی نباید قضاوت برای کل نظام شود. این تفکیک باید وجود داشته باشه. جشنواره اهدای جایزه برتر رسانه‌ای افغانستان همساله از سوی فدراسیون خبرنگاران آزاد برگزار می شود که در آن خبرنگاران مورد قدردانی قرار می گیرند. کمپاین تازه واکسین پولیو از امروز دوشنبه در 21 ولایت کشور شروع شده است. وزارت صحت عامه میگوید که در این کمپاین قرار است 7,600,000 طفل زیر سن 5 سال واکسین شوند. سرپرست وزارت صحت عامه تاکید کرده است که به خاطر ریشه‌کن کردن ویروس پولیو با نهادهای بین المللی تلاش میکنند. این دومین دور تطبیق این واکسین در سال جاری میلادی میباشد. در حوزه غرب کشور نیز این کمپاین در ولایت های هرات، فرا و نیمروز آغاز شده است. دومین دور کمپاین واکسین پولیو در 21 ولایت کشور شروع شده است. وزارت صحت عامه میگوید قرار است بیش از 7 میلیون طفل زیر سن 5 سال تا 4 روز آینده واکسین شوند. مقام های این وزارت تاکید میکنند که به خاطر ریشه‌کن کردن ویروس پولیو در قسمت تطبیق کمپاین های واکسین تلاش میکنند. دغه کمپاین به 4 روز ادامه ولري. د هیواد په 20 ولایتونو کې باید 1.6 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کیږي. زموږ موخه د دغه واکسینو په تطبیق سره ده چې وکول شو په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوي وکړو. لله الحمد نسبت مخکې ته اوس په افغانستان کې د پولیو واقعیت راکم شوي دي. په دروستیو کې په افغانستان کې په لومړي ځل باندې د پولیو لابراتوار جوړول هغه څه ول چې زموږ د پولیو د ناروغۍ په افغانستان کې د منځ وړلو لپاره ژمنتیا ښایي. کارزار واکسین پولیو در حال همزمان در 21 ولایت کشور شروع شده است که مردم در بیشتر ولایت‌ها روزهای سرد زمستان را سپری می‌کنند. اما وزارت صحت عامه اطمینان داده است که در این دور کمپاین هیچ طفلی از واکسین پولیو دور نخواهد ماند. در حوزه غرب کشور نیز این کمپاین در فراه، نیمروز و هرات آغاز شده است که در هرات تنها در شهر و ولسوالی‌های شیندند و انجیل این ولایت تطبیق می‌شود. کمپاین در شهر هرات و همچنان قسمت های از ولسوالی انجیل که شامل ساحات بیجا شده داخلی کمپ مسلخ و شیدایی است و همچنان به صورت کامل ولسوالی شندند زیر پوشش خود قرار خواهد داد. هماهنگی و همکاری و نظارت و مانیتور از شیوه واکسین و روزهای کمپاین واکسین یک از تعهداتی است که جانب صحت عامه ایره
جان به جانب وزارت ابراز داشته و به این تعهد خود پایبند است. کمپاین واکسین پولیو به شکل خانه به خانه تطبیق می شود. کارمندان صحی روزانه به دروازه خانه ها می روند تا هیچ طفل از واکسین پولیو باقی نماند. مسئولان محلی اطمینان می دهند که فضا برای تطبیق کمپاین آماده است. وقتی که موضوع خاصی یا مرضی خاصی اگر در محیط منطقه پیدا می شود یا ضرورت به پولیو باشه، ما در وقت امیدوار هستیم که از طرف مسئولین به ما هدایت داده شود یا از ما طلب کرده شود، ما به مولای سبا میگیم که امو وقت در مساجد در روزای جمعه این موضوع را بیان بکنم برای مردم. هرات ولایت سیمه ایز اداره پر طول ولسوالیو که نحیو که پره همانگی کرده ده مسئولین تا پا بار بار و ویل سیوی دی ترسو در دکتر صاحبانو سره دیگه برخی دکتر صاحبانو سره پا پوره توگه همکاری وسی. افغانستان و پاکستان از کشورهای می باشند که هنوز از وجود ویروس پولیو کاملا پاک نشدند. تلاش‌های نهادهای بین‌المللی همکار با وزارت صحت عامه به خاطر ریشه کن کردن ویروس پولیو ادامه دارد. از اثر برفباری‌های شدید در شماره از ولایت‌های کشور راه‌های مواصلاتی مشمول شهرهای سالنگ مسدود شدند. مسئولان وزارت فایده عامه می‌گویند که به دلیل ریزش برف در شهرهای سالنگ شماره از کوتل‌های ولایت بامیان، دایکندی و غور بر روی ترافیک بسته شده است. مسئولان این وزارت می‌گویند که تیم‌های کمکی تلاش می‌ورزند تا راه‌های مواصلاتی را پاککاری کرده و هر چه زودتر این راه‌ها بر روی رفت و آمد باز شود. بارش برف راه‌های مواصلاتی شماری از ولایت‌ها را به مراکز آن مسدود ساخته است. مسئولان در وزارت فواید عامه می‌گویند که برف‌باری‌های شدید که از شب گذشته شروع شده به شمول شاهراه سالنگ، شماری از کوتل‌های ولایت‌های بامیان، دایکندی و غور را برای ترافیک مسدود ساخته است. شمار شهرها سرک های کشور از اثر برفباری های شدید برای ترافیک مسدود گردیده است. شهرهای سالنگ ها شب گذشته ساعت 11:55 دقیقه شب از اثر برفباری، طوفان شدید و محدودیت ساحی دید به خاطر جلوگیری از تلفات جانی و مالی هموطنان عزیز ما برای ترافیک مسدود گردیده است. شهروندان کشور از بارش برف خرسندند و میگویند که ریزش برف سبب تقویت آبهای زیرزمینی و کاهش خشکسالی خواهد شد. عدم ریزش برف بارانهای موسمی در سال جاری برای مردم ما نگرانها وجود آورده بود که الحمدلله از چند قبل تا اکنون در ولایت غور برفباری های سنگین جریان داشته و مردم این ولایت نهایتا خرسند می باشند. برفباری ها هرچند به بخش زراعت فایده خود داره، اما با اندکترین برف بارندگی راه های مواصلاتی، راه های رفت آمد بند میشه. ما به عنوان یک شهروند از حکومت می خواهیم که برای پاکسازی راه های مواصلاتی توجه کنه تا مردم از مشکلاتی که در رفت آمد دارن، مخصوصا مریضا، راهی پیدا کنند و بتوانند با سهولت رفت آمد کنند. مسئولان در شماری از ولایت ها به مسافران و رانندگان موترها توصیه می کنند تا نکات ایمنی را در نظر گرفته و از رفت آمد در راه های صعب العبور خودداری کنند. پدی برخی که موږ ټول ډریورانو ته توصیه کوو چې دوی دی هغه ایمنی نکات مراعات کړي او دغه رنګ دی خپل کامل آمادگی ولري د سفر لپاره تر څو د حادثاتو څخه مخنیوی وشي. برفباری ها در شماری از ولایت های کشور در حال ادامه دارد که نباریدن برف و باران در جریان دو ماه اول زمستان شماری از دهقانان را نگران ساخته بود، اما حالا ریزش برف را به فال نیک گرفته اند. امارت اسلامی یک مرد 84 ساله اتریشی را که از یک سال به این سو در بازداشت بود آزاد کرده است. صدر اعظم اتریش از امیر قطر برای همکاری در آزادی این شهروند اتریشی سپاسگزاری کرده است. وزارت خارجه قطر در خبرنامه گفته که با تلاش‌ها و میانجیگری قطر یک زندانی اتریشی از افغانستان آزاد و به دوحه رسیده است. امارت اسلامی در این مورد چیزی نگفته است. وزارت خارجه اتریش با نشر اعلامیه این فرد را هربرت فریتز معرفی کرده و گفته که وی پس از چاشت روز یکشنبه از افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده است. در اعلامیه آمده که در صورت لزوم این مرد قبل از ادامه سفر به اتریش زیر معاینات صحی قرار خواهد گرفت. یک سخنگوی وزارت خارجه اتریش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که این مرد در کابل زندانی بود. من خرسندم که اینجا هستم و تشکری میکنم از دولت قطر که میانجیگری کرد تا آزاد شوم.
صدر اعظم اتریش نیز از ضمیر قطر و تیمش برای حمایت آنها در آزادی یکی از شهروندان آن کشور از زندان در افغانستان سپاسگزاری کرده است. تنها بدل تشریک مسیحی قابل اعتماد ما است که این شهروند اتریشی می تواند نزد دختر و نواسه هایش به خانه بازگردد. وزارت خارجه قطر با نشر اعلامیه از حکومت سرپرست افغانستان به خاطر آزادی این مرد اتریشی 84 ساله قدردانی کرده است. در سطح منطقه و جهان ثابت کرده است که یک شریک قابل اعتماد بین المللی در مسائل مختلف مهم است و از هیچ تلاش برای بکارگیری توان و انرژی خود در عرصه میانجیگری، دیپلماسی فعال و حل و فصل اختلافات از طریق راه های مسالمت آمیز دریغ نمی کند. بر اساس گزارش ها این مرد اتریشی مایل بوده است به مناطق خطرناک سفر کند. او در دهه 1980 میلادی نیز از افغانستان بازدید کرده بود. هربرت فریتز سال گذشته بازداشت شده بود. او همچنین از مناطق کردها که بر ضد داعش در شمال سوریه جنگ می کردن نیز بازدید کرده بود. امارت اسلامی در این مورد تا کنون چیزی نگفته است. حال هم خبرهای اقتصادی. برنامه جهانی غذا میگوید که برای انجام کمک‌های غذایی در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز فوری دارد. در صفحه اکس این نهاد نوشته شده است که تقریبا 16 میلیون نفر در افغانستان نگران تامین وعده خوراکی بعدیشان و 4 میلیون کودک و مادر شیرده دچار سوء تغذیه هستند. درخواست کمک 760 میلیون دلاری برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان. برنامه جهانی غذا میگوید که برای انجام کمک‌های غذایی در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز فوری دارد. این سازمان در صفحه ایکس خود نوشته است که تقریبا 16 میلیون نفر در افغانستان نگران تامین وعده خوراکی بعدیشان و 4 میلیون کودک و مادر شیرده دچار سوء تغذیه هستند. با این حال مسئولان در وزارت اقتصاد میگویند که با آمارهای نشر شده سوی سازمان جهانی غذا توافق نظر ندارند، زیرا جامعه جهانی به جای نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان تحریم‌های بانکی را بردارد و ذخایر ارزی بانک مرکزی را آزاد ساخته تا افغانستان خود بتواند به بحران بشری رسیدگی کند. گزارش برخی نهادهای بین‌المللی در ارتباط با شدت گرسنگی در افغانستان با واقعیت میدانی افغانستان سازگاری ندارد. امارت اسلامی برای کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان قدم‌های جدی برداشته. در این زمان تقاضای ما از جامعه بین المللی است که در راستای محدودیت بانکی و منجمد بودن دارایی مردم افغانستان و تحریم ها مردم ما را یاری بکند. آگاهان اقتصادی ادامه کمک های جهانی را به مردم افغانستان مؤثر دانسته می گویند که این کمک ها تا زمان بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور ادامه یابد. به باور آنان هرگاه جامعه جهانی کار پروژه های انکشافی را آغاز کند، روند فقر زدایی تسریع خواهد شد. زمان بیا پر طول و نریوال و سازمانون و مرسندوی سازمانون و بانه غک ده چه نیواز WFP بلکه طول نریوال مرسندوی سازمانون و باید افغانستان ولست سره افغانستان آقا به وضاحت او آقا اقتصادی کمزورتی کم افغانان زمان لری ده آقای سر خپل مرست دوام ورکی درسو ده آقا فاجی و مخونی ولشی چه براتلون که دویت متوجهی. برنامه جهانی غذا سال گذشته میلادی نیز هشدار داده بود که افغانستان در معرض بالاترین خطر قحطی قرار دارد و به 800 میلیون دلار نیاز دارند. نرخ ارزها. وضعیت هوا. حال هم توجه کنید به مستند کارکردهای سرپرست وزارت داخله افغانستان که قرار است پس از وقفه نشر شود. از توجه و همراهیتان به خبرهای ساعت 8 سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.